السلام علیکم امتنای گلم، بازم به چینل ما خوش آمدین. امیدوار هستم جور صحت باشین. امروز باز با یک ریسیپی متفاوت در خدمتتان قرار دارم، اما در ابتدا لطفا چینل ما را سبسکرایب کنین، زنگوله را فشار بدین و همچنان ویدیو را به دوستانتان شریک بسازین. قسمی که میبینین عزیزای دل، امروز با یک ویدیوی متفاوت و کاملا سی و خوشمزه در خدمتتان قرار گرفتیم. امیدوار هستم تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. یک صبحانه خوشمزه آماده میکنم. پس میریم طرف آماده کردن خمیرش. به یک قاشق خمیر مایع خشک، یک قاشق بوره و نیم قاشق چایخوری نمک و یک دانه تخم مرغ که زردیش ازش جدا میکنیم. در قسمت آخر ضرورت داریم. سفیدیش بالای مواد باقی اضافه میکنیم. یک گلاس هم شیر. شیر باید گرم باشه. شیرم بالایش اضافه کردیم. خوب مخلوط میکنیم تا بوره، خمیر بایه و نمک کاملا با شیر و تخم حل شوه. در قسمت نیم گلاس روغن و 400 الی 4.5 گرم آرد ضرورت داریم. اضافه میکنیم. آرد کم کم اضافه میکنم و خوب مخلوط می سازم تا آرد همراه با مایع کاملا یک دست شود. بعد از اینکه آرد ما کاملا جمع کرد خوده، بعدا توسط دست خمیر مشت می زنیم و علت می کنیم به مدت چند دقیقه. در این قسمت دوستا همزنه یا قاشق کنار میگذاریم و قسمی که گفتم توسط دست خوب خمیر مشت میزنیم. وقتی که به این شکل رسید، آردش کاملا با مایع مخلوط شد. بعدا 50 گرام مسکره که ما تقریبا 2 ساعت قبل از یخچال بیرون کردیم و کاملا به دمای خانه رسیده، بالای خمیر میگذاریم به این شکل و به طور مجدد خمیر خود مشت میزنیم و این بار تقریبا به مدت 8-9 الی 10 دقیقه خمیر مشت میزنیم تا کاملا چسبندگی خود از دست بده، به خاطر که مسکه یا کره کاملا با خمیر یک دست میشه، وقت میگیره. به مخاطر نیلا ده دقیقه وقت در بر میگیره تا یک خمیر صاف و منظم داشته باشیم. به میشه که قسمی گفتم تا وقت کاملا چسبندگی خود از دست میته مشت میزنیم. ببینین دوستای عزیز، خمیر ما کاملا آماده شد. سرش میپوشانم و به مدت 30 دقیقه میگذارم تا خمیر ما کاملا برسه. بعد از 3 دقیقه دوستای عزیز روی سطح را توسط روغن چرب کردیم تا در وقت که خمیر قطع می کنیم با سانی قطع شوه و نچسبه و خمیر ما ببینین کاملا رسیده. توسط دست ما و اضافه می گیرم. بعد خمیر اول به شکل به 2 قسمت کلان جدا می کنیم. یازم یک قسمت کلانش یک زغاله کلان آماده میکنم، در گوشه میگذارم و قسمت دومیشه به زغاله های خرد یا قسمت های خرد جدا میکنم. میخوایم از امی خمیر امروزی 2 شکل صبحانه آماده کنم، از یک مواد، از یک خمیر، اما دیزاین و شکلش میخوایم متفاوت آماده بسازم. به این شکل به 6-7 قسمت مساوی خمیر جدا می کنیم. زغاله های خرد خودم آماده می کنیم. در گوشه می مانیم. بعدا می ریم طرف انبار کردن خمیر ما. زغاله ها را آماده کردیم دوستا. حال
زغاله را به نوبت میگیریم، به این شکل انوار میسازیم، خمیر زیاد نازک هم نمی کنیم، به اندازه که در تصمیم برتان نشان میتونم به مو اندازه کفایت میکنه. ببینید دوست عزیز، به می اندازه کفایت میکنه. اطراف شو به این شکل توسط دست منظم میکنیم، شکل یک مستطیله باید داشته باشه به این شکل. خمیر توسط دست اطرافش منظم میکنیم و ما دوست عزیز از موقع استفاده کردم 10 دقیقه به خاطر خمیر گفته بودم. مقدار از پنیرم را با شبت مخلوط کردم به خاطر که داخلش میخوایم از پنیر پر بسازم. واقعا یک صبحانه خوشمزه میشه، همیشه آماده میکنم، خصوصا دخترای می صبحانه را بسیار خوش دارن. دخترکم که مکتب میره، به خاطر مکتب هر وقت میگه که از این صبحانه به ما آماده بساز، از این نانای پنیری میگه به ما آماده کو. بسیار خوشش میایه، از اون خاطر ما حتما هفته یک بار از این نانای خوشمزه آماده میکنم. قسمی که دیدین در یک طرفش پنیر گذاشتیم، یک دو رول کردم، بعدا قسمت روبرویش توسط کتر به این شکل قطع کردیم و دوباره تا آخر خمیر رول کردم، ولی به شکل هلال به این شکل دوباره نوکایش دار میتیم. ببینین یک دیزاینه که بسیار ساده و بسیار خوبش. به می شکل ادامه میتیم دوست عزیز تا که تمام زغاله های ما آماده شوه و زغاله های خورد وقتی که خلاص شد. از زغاله بزرگ قسم گفتم یک دیزاینک ساده دیگه و دیزاینک بسیار خوبش آماده میکنم. ما قبلا در روی پتنوس کاغذ ناسوس قرار دادیم دوست عزیز. اینجا زغاله های را که آماده میکنم منظم روی پتنوس قرار میتم و روش میپیچانم یا میپوشانم تا خشک نشه. زغاله های خورد ما خلاص شد، حالا نوبت به زغاله بزرگ رسیده. ایره هم توسط آشگز خوب نازک میسازیم به این شکل. نازکیش به مو اندازه زغاله های خرد می باشه، فرق نمی کنه، اما ایره به شکل دایره انوار می کنیم. بعد توسط کتر به شکل مثلث های خرد به شکل قطع می سازیم خمیر خدا. ببینین دوست عزیز به شکل مثلث های کوچک از خمیر آماده میکنیم و از پنیر که قبلا داخل خمیر دیگه گذاشته بودیم ایرم در نوکش یک قاشق پنیر میمانیم. و نوکایش 4 برش میزنیم به شکل نوک هر خمیره به شکل مثلثی 4 برش میزنیم، 2 برش در یک بغلش یا در یک طرفش و 2 برش هم در طرف دیگیش. و ایرم با مو شکل دیگه از طرف که پنیر گذاشتیم استا استا رول میکنیم، یا از طرف بزرگش به طرف خرد و کوچکش به شکل رول میکنیم و بعدا در قسمت آخر دو نوکش
با هم خوب فشار میدیم تا دا وقت پختن دا داش خدا باز نکنه. ببینین دوست عزیز چقدر یک دیزاینک های ساده خوبش و بعد از پختن واقعا بسیار مقبول و خوب معلوم میشه سر سفره صبحانه تان که بانین دیگه یک سفره کاملا منظم و خوشمزه و متفاوت. به می شکل ادامه میتیم تا این نانای ما کاملا آماده شوه. ما داشتم به درجه 180 روشن کردیم تا روی خمیره را چرب میکنم. داشت کاملا گرم میشه. یک زردی تخم قبلا سفیدیش گرفته بودیم با یک قاشق شیر مخلوط کردیم. به این شکل روی تمام خمیره را توسط زردی تخم و شیر چرب میکنیم تا داشت خشک نشه و بعد از پختن رنگ طلایی جالادار و خوبش داشته باشه. همین قسم روی تمام خمیره را چرب میکنم و بعدا از دانه خاشخاش در رویش میپاشم. اگر شما خواستین از دانه کنجد یا سیاه دانه میتونین استفاده کنین. دیگه قالب کاملا آماده شده و مدت 30 دقیقه داخل داش قرار میتیم. به به دوستای عزیز ببینین بعد از 30 دقیقه ما پتنوس از داش بیرون کردم. ببینین چقدر خوش رنگ مقبول معلوم میشه و می قسم واقعا خوشمزه است. کاملا صحی، یک صبحانه کاملا مقوی و خوشمزه. امیدوارستم شما هم خوش کرده باشین، لذت برده باشین. حتما آماده کنین یک ریسیپی کاملا ساده اما یک صبحانه کاملا متفاوت میشه که داشته باشین. و عزیزای دل بازم خواهش میکنم اگر چینل ما را تا سبسکرایب نکدین چینل ما را سبسکرایب کنین، ویدیو ما را لایک کنین، با دوستانتان شریک بسازین و نظریات نیکتان با ما شریک کنین. و تشکر میکنم از اینکه همیشه ما را همراهی میکنین. در قسمت آخر ما یک دانه شبه از اینکه سرد شد برتان باز میکنم. ببینین دوست عزیز کاملا یک صبحانه اسفنجی خوشمزه. تا ویدیو بعدی خدا حافظ همه تان.